ها و انقلاب های اجتماعی نویسنده سیدا سکچپول تهیه شده در بنیاد آینه نظام حکومتی آریستوکراتیک باکوبان تحت رهبری توکوگاوا به نظام بروکراتیک مرکزی امپراتوری تبدیل شد. قانون اصلاحات که از سوی دولت و با نظارت تامه آن اجرا می شد، زمینه را برای رشد صنعتی و اقتصادی ژاپن همبار کرد و در فرصتی کوتاه میان 1170 تا 1880 این کشور تا سطح کشورهای پرقدرت و مدرن پیشرفت کرد. یکی از عوامل بروز بحرانهای انقلابی در ژاپن درست مانند بحرانهای خاندان بربون در فرانسه و منچو در چین فشارهای نظامی دول خارجی بود. بعد از ورود آدمیرال پری در سال 1853 فشارهای دول اروپایی به حکومت توکوگاوا برای باز کردن بنادر خود بر روی کالاها و بازرگانان خارجی شروع شد. پس از تضعیف قدرت و نفوذ سلطنت توکوگاوا تحت تأثیر فشارهای داخلی، خارجیان نیز از فرصت استفاده کرده نه تنها بر روحیه ضد خارجی حکومت این کشور فائق آمدند بلکه توانستند مستقیما با طبقات برتر این کشور نیز به مبارزه برخیزند همچون بالا گرفتن بحرانهای انقلابی و اجتماعی فرانسه و چین موج تظاهرات و بحرانها ژاپن را نیز فرا گرفت و حکومت توکوگاوا که از مرکزیت پرقدرتی نیز برخوردار نبود از دو حکومت قبل آسیب پذیرتر به نظر می رسید. سناریوی اصلاحات اجتماعی ژاپن چیزی همانند مقاومت علیه نظام سلطنت در فرانسه نبود. در واقع گروه های برتر جامعه در سال 1868 دست به یک کودتا علیه حکومت زدند و توکوگاوا را با امپراتور تعویز کردند و آنگاه با بهره برداری از قدرت نظامی ارتش اصلاحاتی گام به گام و بنیادی در زمینه نظام اداری و اجتماعی کشور آغاز کردند. آریستوکراسی و امتیازات ویژه فردی و گروهی حذف شد و نظام غیر متمرکز حقوقی جای خود را به نظام حقوقی بروکراتیک و متمرکز داد. حکومت نیز به صورت متمرکز و دموکراتیک نبض اصلاحات گام به گام را به دست گرفت این اصلاحات تحولات صنعتی را نیز در پی داشتند. فقدان طبقه قدرتمند فئودال در ژاپن را باید دلیل اصلی موفقیت اصلاحات گام به گام به جای انقلاب اجتماعی فراگیر در این کشور ذکر کرد. در فرانسه و چین طبقات اشراف و زمیندار با در اختیار داشتن انحصار بخشی از قدرت مرکزی در واقع با روند اصلاحات حکومتی که به طور طبیعی برخلاف منافع آنان بود مخالفت می کردند. در ژاپن نیز فئودالهای ثروتمند و اشراف وجود داشتند ولی در مجموع ضعیفتر از نوع خود در چین و فرانسه بوده و بیشتر در روستاهای دوردست سکنا گزیده بودند این گروه از اشراف ژاپنی مانند بازرگانان و تجار بر اساس قوانین حکومتی توکوگاوا از ورود به ارتش و نیروهای نظامی منع شده تنها می توانستند مقام های دولتی را آن هم در سطوح محلی بر عهده گیرند خاندان توکوگاوا گرچه نتوانسته بود حکومتی مرکزی و پرقدرت تشکیل دهد اما از نظر نظام آریستوکراسی و دوران ماقبل صنعتی حکومتی منظم و قوام یافته بود سامورایی ها که از عوامل مهم قدرت اشراف در ژاپن آن زمان بودند به دلیل فشارهای حکومت بر اشراف زمیندار به تدریج اطراف آنها را خالی کرده و به عوامل جیرخار حکومت مرکزی تبدیل شدند و به همین دلیل قدرت و کنترل اشراف نیز روز به روز بیشتر افول کرد. سامورایی های شجاع و بیباک به تدریج به کارگزاران معدب و تحصیل کرده ی وزارت دارایی و حکومت تبدیل شدند. تقسیم قدرت سیاسی میان سیاستمداران طرفدار رژیم و جدایی مطلق آنها از زمینداران و اشراف از عوامل مهم عدم ظهور انقلاب اجتماعی در این کشور بود. کسانی که در ژاپن پرچم اصلاحات را بر دوش می‌کشیدند، ها بودند. دسترسی آنها به قدرت نظامی و خاندان شوچو و ساتسوما به آنها استقلال کافی و لازم جهت رویارویی با توکوگاوا از خاندان شوگان را میداد و چون به اشراف وابستگی نداشتند به راحتی توانستند جریان اصلاحات در ژاپن را حول محور یک حکومت مرکزی سامان بخشند و به همین دلیل تنها طبقات حکومتی و مردم عادی نسبت به پیروزی آنها امید بسته بودند. این موضوع در مورد برخی از افراد سطح بالای حکومت توکوگاوا نیز صدق می کرد که یا در جنبش اصلاحات میجی شرکت داشتند یا با تشکیلات اصلاح شده و حتی تغییر کرده همکاری کردند. قابل توجه است که بحرانهای سیاسی برای اصلاحات رفته رفته تمامی سطوح نظام بروکراتیک حکومت را بجز طبقه زمینداران ثروتمند که دارای قدرت و نفوذ سیاسی بودند در بر گرفت. در حکومت توکوگاوا طبقه ثروتمند و قدرتمند زمینداران در واقع وجود خارجی نداشتند. بنابراین قدرت آنها نمی توانست در تغییر بافت حکومت تأثیر چندانی داشته و آنها را با خطر جدی روبرو سازد. در ژاپن تشکیلات حکومت و دولت با اجرای اصلاحات کاملا موافق بود و از این رو کنترل بحران ها برای آن آسان تر بود. تغییر در ساختار حکومت به صورت گام به گام توسط اصلاح طلبان میجی انجام می گرفت در حالی که نظام نظامیگری شگان و بان کم کم از میان میرفت دولت توانست با بکارگیری جناح های سیاسی در ساختار تشکیلات جدید روند روبه رشد اصلاحات را بهبود بخشد. طبقات و گروه های کنار گذاشته شده از صحنه سیاسی فرصت اظهار وجود و دخالت در روند اصلاحات را که از آن به عنوان انقلاب از بالا نام برده میشد پیدا نکردند. گرچه مقاومت ها و اختشاش از سوی بعضی گروه های کشاورز و خرد مالک به چشم می خورد، اما میزان آنها در حدی نبود که بتواند تهدیدی جدی برای این انقلاب و اصلاحات فرمایشی باشد. هیو بورتون می نویسد روند اصلاحات میجی بدون دخالت مستقیم کشاورزان طوری برنامه ریزی شده بود که جلوی تهدیدات خارجی و همچنین خطرات ناشی از سقوط حکومت بیکفایت توکوگاوا را بگیرد. در واقع این تحرکات از یک کودتای داخلی در چارچوب قدرت سلطنت نشأت می گرفت و قربانیان اصلی آن همانا کشاورزان بودند. قدرت حکومت از گروه جنگاوران توکوگاوا به سمت امپراتور و طرفداران قرب زده او در حرکت و نوسان بود. در واقع نه طبقه کشاورزان ضعیف و خورده پا در ساختار حکومت و تغییرات آن جایگاهی داشتند و نه تغییرات رادیکال مهمی در آن به وجود آمد. غیر سامورایی ها با یک گزینش نسبتا دقیق و کنترل شده در ساختار اصلاحات حکومتی قرار گرفتند. ولی به تدریج دریافتند که در یک بازی سیاسی بازنده شدند. از همان ابتدا نیروهای نظامی وفادار به امپراتور با داشتن ابزار قدرت و تکنولوژی از پیش برنده اختلافات میان جنگاوران توکوگاوا و طرفداران امپراتور بوده و پس از سال 1868 قدرتمند تر شد. اصلاحات میجی بدون مخالفت طبقات برتر و ثروتمند زمیندار، طبقات کشاورز و روی هم رفته بدون شورش و انقلاب از پایین، امور سیاسی و حکومتی را سر و سامان داد. هنگامی که تهدیدات خارجی تغییرات در ساختار حکومت را غیر قابل اجتناب کرد، گروه های برجسته از میان حکومت توکوگاوا به سرعت و از درون نسبت به تغییر ساختار حکومتی و اصلاحات از بالا اقدام کردند. آنها به راحتی و بدون از میان بردن نظام اداری و تشکیلاتی یا ایجاد بحران در طبقات پایین جامعه به این مهم دست یافتند و این واقعیتی بود که دقیقاً با آنچه در فرانسه و چین اتفاق افتاد مغایرت داشت. در آخرین مقایسه میان ژاپن و حکومت تزاری روس باید از آن داشت که در حکومتهای ژاپن و روسیه عوامل قدرت خودکامه در درون حکومتها قادر به کنترل بحرانهای بین المللی تحمیل شده به کشور و اصلاحات مدرن از بالا به پایین در جامعه بودند. روند اصلاحات میجی در ژاپن به نسبت روند اصلاحات در روسیه قبل از جنگ کریمه و در همه زمینه ها موفق تر بود و نمونه بارز آن سیر سعودی و توسعه ژاپن پس از سال 1880 است که باید در جای خود به بحث و بررسی آن پرداخت. در ژاپن توسعه ابتدایی صنعتی خوشبختانه تحت تأثیر کشاورزی عقب مانده قرار نگرفت. کشاورزی ژاپن در دوران توکوگاوا برعکس روسیه تزاری از نظام تولیدی خوبی برخوردار بود. کشاورزی ژاپنی ها چه در دوران توکوگاوا و چه در دوران میجی به صورت سنتی و غیر مدرن توانسته بود تولیدات خود را متناسب با نیاز جامعه رشد دهد. رشد جمعیت در این کشور نیز با روند تولیدات کشاورزی همگونی داشت. در مجموع کشاورزی ژاپن نه تنها توانسته بود نیازهای جامعه را برآورده سازد، بلکه تا حدودی نیز قادر به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخش صنعت در مراحل اولیه ی کار بود. حکومت توکوگاوا با تکیه بر قدرت کشاورزی خود توانست بدون قروز سنگین خارجی روند پیشرفت صنعتی و اقتصادی را هدایت کند. از دیگر امتیازات ژاپن در مقایسه با حکومت تزاری روسیه عدم مقابله آن با تهدیدات خارجی در قالب جنگ های فرسایشی بود که خود فرصت بسیار خوبی برای رشد و توسعه به شمار می رفت. در آستانه شروع قرن جدید، ژاپن تنها با دو جنگ بسیار محدود، یکی با چین و دیگری روسیه روبرو گردید که در هر دوی آنها نیز پیروز شد و در نتیجه از ضایعات اقتصادی و سیاسی شکست نیز مسون ماند. یکی دیگر از امتیازات ویژه ژاپن دور ماندن این کشور از درگیری های جنگ اول جهانی بود که به طریق اولا باعث شد روند اصلاحات صنعتی و اقتصادی در این کشور بدون دخالت عوامل و الگوهای غربی شکل گیرد در صورتی که روسیه تزاری به دلیل حضور در جنگ در شرایط کاملا متفاوتی با ژاپن قرار گرفته بود جنبش اصلاحات پروس در مقام مقایسه جنبش اصلاحات پروس در خلال سالهای 1807 تا 1814 از جنبش اصلاحات میجی کوچکتر بود. بافت حکومت سلطنتی در طول روند اصلاحات بدون تغییر باقی مانده، تنها تفاوت ای که ایجاد شد این بود که حکومت خودکامه سلطنتی به تدریج به حکومت سلطنتی قانونی تری تبدیل شد و دستورات و دخالتهای فردی پادشاه رفته رفته به تصمیمات جمعی و شورایی متحول شد افراد تشکیل دهنده شورا نیز از میان نخبگان و وزرا انتخاب گردیدند و نخست وزیر نیز از قدرت قانونی بیشتری بهرمند شد این فرایند از شکست های پی در پی نظامی پروس در جنگ با ناپل اون در سال 1806 آغاز شد. وزرای اصلاح طلب یکی پس از دیگری برای زنده کردن قدرت و شوکت سلطنت پروس دست به یک سلسله اصلاحات در عرصه های صنعت و ارتش زدند. این اصلاحات شامل از بین بردن انحصار در دستیابی به شغلهای حساس دولتی و از بین بردن محدودیتهای طبقه کشاورز و اعطای آزادیهای بیشتر به کشاورزان و زمینداران اصلاح ارتش و استقرار نظام وظیفه عمومی بود. روند اصلاحات پروس دارای ویژگی خاص خود بود. یک، بقای کشور پروس برای انجام اصلاحات دو، تنازعات تنها میان سیاست مداران و دستگاه حکومت جریان داشت که تنها ده هزار نفر از افراد جامعه را دربر می گرفت سه مقاومت زمینداران بزرگ در مقابل اصلاحات بسیار محدود بود و چهار روند اصلاحات سرانجام توانست کشور را از بحران خارج کرده و شکست ناپلئون در 1814 را در پی داشته باشد پس از این پیروزی پروس به راحتی توانست رهبری اصلاحات را در ادغام دو کشور پروس و آلمان در دست داشته باشد. در سال 1806 شکست سنگین نیروهای مشترک آلمان و پروس از ناپل اون باعث شد بخشهای بزرگی از پروس به اشغال نیروهای ناپل اون در آید. این شکست، حکومت سلطنتی و خودکامه هوهنزولرن سقوط نکرد در صورتی که در سال 1917 و پس از شکست ارتش روسیه حکومت سلطنتی رومانوف سقوط کرد به زودی آثار شکست و جنگ از منطقه پاک شد و دو حکومت روسیه و فرانسه به منظور حفظ تعادل قدرت منطقه تحت اشغال پروس را منطقه صلح اعلام کرده و آن را مستقل دانستند بنابراین فشار بین بر دولت پروس در سال 1806 به میزان فشارهای بین بر دولت روسیه در خلال جنگ اول جهانی نبود. حال باید بررسی کرد که چگونه دولت پروس توانست روند اصلاحات را به گونه ای سر و سامان بخشد که به بحرانهای انقلابی نینجامد. البته پاسخ این سوال به مانند مورد ژاپن آسان نیست زیرا دولت پروس در واقع فاقد طبقه ثروتمند زمیندار در جامعه بود و بسیاری از اعضای طبقه اشراف نیز در رأس نیروهای نظامی و انتظامی یا تشکیلات مربوطه قرار داشتند. در حقیقت اندیشه برقراری اصلاحات از میان روشنفکران طبقه اشراف آغاز شد که به نوعی خواستار تغییر ساختار حکومتی همانند فرانسه شده بودند. اما به دلیل آنکه اشراف در اقلیت بودند طرح حکومت دموکراتیک و برقراری مجلس نمایندگان آنها با شکست روبرو شد روی هم رفته دولت پروس در آن ایام با تهدید یا مقاومت جدی از سوی گروه های فشار اعم از اشراف یا کشاورزان روبرو نبود در حالی که اشراف و زمینداران در فرانسه و همچنین اشراف چینی مقاومت و تهدیدهای جدی برای حکومت بربنها و منچو محسوب میشدند حال با توجه به این واقعیت که رژیم پروس متکی بر اتحاد میان زمینداران بزرگ و دستگاه سلطنت بود باید بررسی کرد که چگونه روند اصلاحات آن با بحرانهای انقلابی روبرو نشد یکی از عمدهترین ویژگیهای پروس دستگاه نظامی آن بود که بر اساس سلسله مراتب در اختیار اشراف قرار داشت. در این دستگاه اشراف زمیندار کنترل کامل حکومت‌های منطقه‌ای و ولایتی را در یک جامعه روستایی در دست داشتند. در صورتی که در چین و فرانسه قبل از انقلاب اشراف و زمینداران اختیارات محدودتری به نسبت اشراف پروس داشتند. گفته معروف و مشهور که پروس کشوری با ارتش نیست بلکه ارتشی است با کشور نشانگر این واقعیت است که چگونه کشور پروس در طی قرون 17 و 18 توانست از نظر نظامی و قدرت سیاسی در حوزه اروپا یکی از قدرت‌های مطرح باشد این حکومت پرقدرت سالها بر بخشهای وسیعی از منطقه به خصوص منطقه شرقی رودخانه ی البه فرمان کرد. فردریک ویلیام در دهه 1650 میلادی اولین قدمهای اساسی را برای اصلاح ساختار حکومت برداشت و ارتشی بنا کرد که سران آن را خاندان اشراف تشکیل می دادند. اخلاف فردریک ویلیام هر کدام به طریقی در استحکام بنای ارتش کوشا بودند و سعی می کردند با هزینه کردن بخش عمده از درآمدها برای آن قدرت ارتش را حفظ کنند. تشکیلات اداری و حکومتی دولت پروس برخلاف فرانسه محدود و کوچک و نظام مالیاتی که از سوی دولت پروس اعمال می شد بسیار منظم و مرتب بود. مسئولین مالیاتی دارای اختیارات ویژه‌ای بودند که همین اختیارات نیز از طریق نظام حکومتی و اسناد و مدارک به طور دائم در حال بررسی بود و شاه نیز از طریق عوامل ویژه خود به درستی کار آنها نظارت کامل داشت. گرچه تشکیلات اداری و حکومتی پروس گروه های مختلفی از اشراف یا آنها که سابقه اشرافیت داشتند به خدمت گرفته بود، اما قدرت این دسته از اشراف به هیچ وجه قابل مقایسه با قدرت اشراف در فرانسه و چین نبود. موقعیت شغلی آنها نیز تضمینی نداشت و امکان تغییر آنها از مقام به دلایل مختلف امری عادی بود. شاه به محض مشاهده فساد و رشوهخواری در دستگاه حکومت نسبت به اخراج، زندانی کردن و حتی اعدام فرد یا افراد خاطی اقدام می کرد. در دستگاه حکومتی مقررات و انضباط اداری و تشکیلاتی طوری سامان داده شده بود که میزان اعتماد حکومت به افراد دقیقاً بر اساس اهمیت مقامهایی بود که در دوران حکومت بر عهده داشتند نه کمتر و نه بیشتر در سال 1740 ولیعهد پروس با یک اقدام انقلابی بازمانده های اشرافیت سابق را از صحنه قدرت سیاسی به ویژه در استانها تصفیه کرد و این کاری بود که در فرانسه و در چین قابل اجرا نبود. حکومت سلطنتی پروس با متمرکز کردن اشراف و قرار دادن آنها در نظام حکومت و ارتش به راحتی توانست اختیارات آنها را محدود کند. اشراف با کشاورزان در ارتباط بوده و به ارتش نیز نیاز داشتند به این دلیل در مجموع نسبت به جمع آوری مالیات ها و اختصاص آنها به ارتش که در واقع حافظ قدرت و اقتدار آنها نیز بود با دولت مرکزی هماهنگ بودند. حدود اختیارات ویژه اشراف منطقه‌ای و محلی باعث می شد تا در بعضی مواقع آنها از حمایت و پشتیبانی ارتش های کشورهای همسایه نیز بهرهمند گردند. به دلیل عقب بودن کشاورزی پروس در قرن هجده، اشراف علاقمند بودند فرزندان و اقوام خود را به طریقی در خدمت تشکیلات حکومتی اعم از نظامی و اداری درآورند این اتحاد و یکپارچگی میان حکومت و اشراف در ابتدا در چین نیز وجود داشت ولی این کشور به دلیل عدم تمرکز قدرت و نداشتن ارتش منظم و با انضباط نتوانست این یکپارچگی و اتحاد را حفظ کند البته شکست های پی در پی خاندان منچو در چین مزید بر علت شده بود. دولت فرانسه در ابتدا توانست اشراف را در سطح ایالتی تا حدودی از قدرت سیاسی کنار زند، اما آنها رفته رفته با اتحاد با یکدیگر و تشکیل هسته های مقاومت مانعی جدی در برابر روند اصلاحات خاندان بربون ایجاد کردند. حکومت سلطنتی پروس در دوران فردریک کبیر توانست در جنگ های هفت ساله این کشور با دشمنان خارجی پیروزی های چشمگیری کسب کرده و به عنوان یک کشور قدرتمند در منطقه ظهور کند. نظام بروکراتیک حکومت با وضع قوانین مالیاتی موفقیت های بزرگی به دست آورد. دولت پروس پس از فردریک کبیر و به علت وسعت سرزمین و از دست دادن نظم و انضباط ناشی از حکومت این پادشاه قدرتمند به تدریج در سراشیبی قرار گرفت تا جایی که در برابر قدرت دیکتاتوری ناپل اون در واقع خلع سلاح شده بود. دولت پس از جدی شدن تهدیدات خارجی و با یاری سیاستمداران و نظامیانی چون کارل فونشتاین جرارد شارن هورست و کارل فون هاردنبرگ توانست در فرصتی کوتاه نسبت به بازسازی بافت سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور اقدامات چشمگیری به انجام رساند. گرچه القاب و عناوین اشرافیت و فئودالیسم از میان نرفت، اما با اصلاح دستگاه ها امکان دستیابی افراد عادی به این عناوین و القاب در قبال کسب ثروت یا تحصیلات عالی نیز فراهم آمد. قانون نظام وظیفه عمومی با شدت بیشتری دوباره به کار گرفته شد و درگیری چندین ساله با فرانسه سبب گردید که سیر اصلاحات از بالا به پایین و بدون مواجه شدن با تهدیدات جدی دنبال شود. طبقه اشراف هم که به طور طبیعی از روند اصلاحات متضرر میشد، در موقعیتی نبود تا بتواند خطری جدی برای حکومت به حساب آید. با مقایسه کوتاه میان پروس، چین و فرانسه به راحتی می توانیم علل موفقیت اصلاحات در این کشور طی سالهای 1807 تا 1814 را مورد ارزیابی و دقت قرار دهیم. یکی از دلایل عدم موفقیت اصلاحات در روسیه تزاری آزادی رعایا بود که پایین آمدن رشد تولید را در پی داشت. در پروس این آزادی نه تنها با مشکل و مانعی روبرو نشد بلکه باعث رونق و مدرنتر شدن نظام گردید به طوری که این کشور در قرن 19 میلادی از نظر تولید در سطح بسیار خوبی در منطقه قرار گرفت. حال باید به این سوال پاسخ داد که چرا آزادی کشاورزان در سال 1870 در روسیه تزاری با شکست روبرو شد اما همین کار در پروس و در سال 1806 با موفقیت مواجه گردید پاسخ به سوال فوق دقیقا به شرایط متفاوت قبل و بعد آزادی رؤایا در دو کشور بستگی دارد در روسیه محصول تولید شده در اختیار کشاورزان بود و فعودالها تنها در اضافه تولید سهم داشتند یا به اجاره معینی از زمین بسنده می کردند. در صورتی که در پروس تولیدات کشاورزی چه قبل از قانون آزادی و چه بعد از آن در دست سازمان دولتی بود که توسط اشراف یا عوامل آنها اداره می شد. بعد از قانون آزادی زمینداران در دو کشور روسیه و پروس سعی کافی داشتند تا تسلط خود بر زمینهای کشاورزی را به طریقی حفظ کنند. بردگان و کشاورزان پروس قبل از آزادی یک سوم تا دو سوم تولیدات کشاورزی را می توانستند برای خود حفظ کنند ولی بعد از آزادی و به دلیل غیر کافی بودن زمینهای زیر کشت ناچار بودند به عنوان کارگر روزمزد برای زمینداران و اشراف اضافه کاری کنند. پس از قانون بردهداری در پروس، زمینداران و اشراف در پناه یک پارچگی به راحتی توانستند با ابداعات جدید و استفاده از تکنولوژی و پرداخت حقوق به کشاورزان، نظام کشاورزی جدید و مدرنی را پای ریزی کنند که قادر بود بازار منطقه وسیعی از آلمان بزرگ و اروپا را در برگیرد. اصلاحات کشاورزی که تا سال 1870 ادامه داشت، هسته مرکزی حکومت پرقدرت سلطنتی آلمان را تشکیل داد. در روسیه به دلیل بیتحرکی و سستی نظام کشاورزی به خصوص بعد از قانون آزادی رعایا اقتصاد کشاورزی این حکومت رو به افول گذاشت و در واقع در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن نداشت. خلاصه مطالب گذشته جمع بندی آنچه درباره روند اصلاحات در ژاپن و پروس گفته شد در عمل با آنچه در روسیه و فرانسه و چین اتفاق افتاد کاملا متفاوت بود بوربونها در فرانسه منچو در چین هوهنزولرن در پروس توکوگاوا در ژاپن و رومانوفها در روسیه در اثر فشارهای سیاسی و نظامی خارجی با بحرانهای سیاسی اجتماعی در داخل مرزهای خود روبرو شدند. فرانسه، چین و روسیه وارد مرحله انقلاب اجتماعی شدند، ولی ژاپن و پروس با اعمال یک سلسله اصلاحات از بالا به پایین در واقع مانع بروز انقلاب در کشورهای خود شدند. سرنوشت این کشورهای کشاورزی و نقش آنها در مقابله با اعمال اصلاحات اقتصادی و سیاسی در کشور بیشتر به روابط میان تولیدات کشاورزی و فعودالها و نقش آنها در حکومت بستگی تام و تمام داشت. گرچه فشارهای نظامی و سیاسی بین المللی راه را برای روند اصلاحات هموار کرده بود، اما نمیتوان از نقش قدرتمند فعودالها در تصمیم قافل ماند. در روسیه بحرانهای انقلابی حکومت خودکامه و امتیازات ویژه طبقه حاکم بیشتر به شرایط و فشارهای ناشی از بروز جنگ اول وابسته بود که البته تحولات صنعتی جدید و کشاورزی عقب مانده آن در واقع نمی‌توانست جوابگوی نیازهای وقت جامعه باشد. دولت مرکزی آنقدر قدرتمند بود که بتواند علیه امتیازات ویژه طبقه ممتاز برخواسته و مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی و صنعتی را اعمال کند اما قادر به شناخت و ارزیابی دقیق روابط کشاورزی و ناهماهنگی بافت آن با روند سریع اصلاحات صنعتی نبود علا رقم روند روبه رشد اصلاحات صنعتی روسیه در مقام مقایسه با غرب در سطح پایین تری قرار داشت و با همین وضعیت نیز به جنگ جهانی اول وارد شد هر دو رژیم سلطنتی منچو در چین و بربون در فرانسه از وضعیت کشاورزی پیشرفته تری برخوردار بوده و فشارهای سیاسی بین المللی بر آنها از فشارهای حکومت توکوگاوا در ژاپن و هوهنزولرن در پروس کمتر بود. یکی دیگر از تفاوتهای عمده این دو حکومت با حکومتهای دیگر نقش کمرنگ فعودالها در حاکمیت سیاسی کشور بود. به همین دلیل حکومت بدون مقابله و مخالفت جدی با این گروه قدرتمند در جامعه قادر بود دست به اعمال اصلاحاتی بزند که فی نفسه با منافع فئودالها در تضاد بود. همین امر نیز باعث شد تا این دو کشور با بحرانهای جدی انقلابی که اصلاحات و تغییرات پایین به بالا را در پی دارد، روبرو نشوند. بحران‌های انقلابی چین، فرانسه، روسیه به ای که در این فصل بیان شد، بیشتر به بافت تشکیلات و حکومت‌های این کشورها باز می‌گشت. انقلاب‌های اجتماعی در این دو کشور ناشی از بروز بحران‌های سیاسی و بافت سیاسی و اجتماعی نظام کشاورزی و روابط میان حکومت، زمینداران و کشاورزان بود. حال برای بررسی بیشتر علل بروز انقلابهای اجتماعی در این سه کشور باید به بررسی عوامل پایین به بالا در طبقات اجتماعی آنان به ویژه در سالهای قبل از انقلاب پرداخت. در فصول گذشته ریشه های بحران در طبقات حاکمه و دستگاه حکومتی مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت و این مقدمه ای خواهد بود برای آغاز بحث در فصل سوم کتاب فصل سوم بافت کشاورزی و قیام کشاورزان هنگامی که گروه های اجتماعی غیر کشاورز با یکدیگر درگیر و حاکمان و دستن در کاران حکومتی نیز متفرق باشند و همزمان کشور مورد تهاجم نیروهای بیگانه قرار گیرد، آنگاه میتوان به ارزش و اعتبار موقعیت اجتماعی کشاورزان پی برد. قدرت بالقوه کشاورزان بستگی تام و تمام به هماهنگی و اتحاد آنها دارد، چه به صورت انداموار، چه به صورت غیر انداموار. تئودور شانین در فرانسه و روسیه و چین تنها بحرانهای سیاسی و اجتماعی نبودند که به انقلابهای اجتماعی منجر شدند. در واقع از همگسیختگی دستگاه نظامی و تشکیلات حکومتی راه را برای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی هموار کرد و این اصلاحات رفته رفته حکومت را به حکومتی جدید و با بافتی لیبرالتر تبدیل کرد. نتایج روند اصلاحات به شورش و تغیان کشاورزان و هماهنگی آنان با ناراضیان حکومتی بستگی داشت به تعبیر بارینگتون مور کشاورزان در حقیقت نقش دینامیت را در تخریب بنای حکومتی ایفا کردند شورش و تغیان کشاورزان نه تنها بافت فعودالی کشاورزی را ویران کرد بلکه جلوی هرگونه حرکت سازمانیافته یافته و ضد انقلابی را برای سرکوب آن گرفت. آنها راه را برای بالا رفتن تعدادی از شخصیتهای سیاسی هاشیعی در تشکیلات حکومتی و انقلابی هموار ساختند. افرادی که در استحکام زیربنا و مرکزیت بخشیدن به انقلاب اجتماعی نقش غیر قابل انکاری داشتند. شورش های کشاورزی در واقع توجه تاریخ نگاران را به خود جلب نکردند و آنها بیشتر به نگارش تاریخ شورش های طبقات پایین اجتماع در شهرها پرداختند تا بافت کشاورزی این عدم توجه تاریخ نگاران حتی به دوران قبل از انقلاب نیز سرایت می کند کارگران شهری چه در دوران ما قبل صنعت یا بعد از آن نقش کلیدی و چشمگیری در انقلاب ها و شورش ها داشته و اهداف آنها نیز با رهبری انقلاب همجهت بود. شورش و قیام کارگران شهری به دلیل نزدیکی آنها به مرکزیت و انقلاب همیشه بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا قیام و شورش های کشاورزی که اغلب در روستاهای دوردست به وقوع می پیوست. شورش های کشاورزان تا کنون از اجزاء مهم و غیر قابل تردید پیکره انقلاب ها به خصوص در چین، روسیه و فرانسه بود. مایه شگفتی نیست که تمامی این انقلاب ها در جوامعی رخ داد که نیروی کشاورز آن نقش عمده را در تولیدات به عهده داشت. بدون مشارکت کشاورزان، کارگران شهری مرکز قادر به اعمال انقلاب و اصلاحات نبودند. های آلمان و انگلستان مبین این فرضیه است که در فصول بعدی به آنها پرداخته خواهد شد. در هر دوی این انقلابها نقش کلیدی و اصلی در دست کارگران و کارمندان شهری بود ولی علا رقم حضور یکپارچه و عظیم آنها و تنها به دلیل عدم حضور کشاورزان در روند انقلاب، با شکست روبرو شدند. البته این بدان معنی نیست که کارگران شورشی و انقلابی نقشی در انقلابها ها نداشتند بلکه برعکس نقش آنها کلیدی و بسیار حساس بود. به ویژه در دو انقلاب روسیه و فرانسه نقش کارگران شهری غیر قابل انکار است. نقش کارگران در انقلاب های مذکور را در فصل های بعدی بررسی خواهیم کرد ولی در انقلابهای فرانسه چین روسیه نقش کشاورزان بسیار پر اهمیت تر از نقش کارگران شهری بوده است بنابراین باید با دقت بیشتر به پدیده شورشها و انقلابهای کشاورزی در این سه کشور پرداخت نقش کشاورزان در انقلابهای چین فرانسه و روسیه بسیار چشمگیر بود به خصوص در مراحل اولیه که با رهبر انقلابی و به صورت متحد علیه فئودالها شوریدند. کشاورزان با شورش علیه منافع و مساله فئودالها و با به خطر انداختن ثروت و قدرت اجتماعی آنان استوانه قدرت اقتصادی و اجتماعی حکومت را متزلزل کردند. به خطر افتادن این جناه پرقدرت و طبعات اقتصادی و اجتماعی آن باعث شد سیاست مداران و نخبگان جامعه به فکر پیدا کردن راه حلهای سیاسی و اجتماعی بیفتند. از نظر تاریخی در هر سه کشور شورش های منطقی و هاشیهی علیه دستگاه حکومت و سلطنت یک پدیده آشنا و تقریبا همیشگی بود. برای مثال در چین دامنه این شورش ها با رهبری طبقه ثروتمند و اشراف طوری سامان میافت که خطر جدی برای بافت فئودالیته کشور نداشته باشد در فرانسه نیز برخی از این شورش ها تحت رهبری اشراف صورت گرفته بود و برخی دیگر از شورش ها در نهایت به شورش های کشاورزان علیه منافع اشراف و فئودال ها ختم شد که دخالت سلطنت و سرکوبی و نابودی آن را در پی داشت. در روسیه اکثر شورش ها به برخورد با فعودال ها ختم می شد. علت سرکوبی عمده شورش های کشاورزان در روسیه وجود قذاق های مرزی بود که به موقع و با دخالت مستقیم از فراگیر شدن این شورش ها جلوگیری می کردند. در هر سه کشور شورش ها و انقلاب های کشاورزی فراتر از مرزهای محلی و ایالتی نرفته و اکثرا با شکست روبرو شدند اما نتیجه شورش این بود که انقلاب های اجتماعی در هر سه کشور پای ریزی شدند حال باید با دقت بیشتر علل فراگیرتر شدن این شورش ها و اتصال آنها را با شورش های کارگری بررسی کرد فرضیه های موجود عبارتند از حضور ایدئولوژی های انقلابی، فساد و رشوهخواری و فقر و تنگ دستی مردم. البته در این بخش ما نباید تمامی تلاش خود را مصروف تشریح افکار انقلابی جدید یا اهداف انقلابی کشاورزان کنیم. در حقیقت آنها برای رسیدن به یک سلسله اهداف انتظاعی مبارزه نمی کردند. از همان ابتدا اهداف آنها روشن و مشخص بود، و آن دسترسی به زمین های کشاورزی بیشتر و مالکیت بر اضافه تولیداتشان بود. اهداف مذکور نیز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که کشاورزان در هر سه کشور با آن روبرو بودند کاملا طبیعی و قابل فهم بود. در فرانسه و روسیه کشاورزان با تشکیل اجتماعات کوچک حرکتهای انقلابی خود را آغاز کردند در صورتی که در چین ابتدا آنها به صورت راهزنان اجتماعی و در گروه های کوچک نمایان شده و سپس توسط حزب کمونیست چین در تشکیلات منظم و معینی فعالیت خود را سر و سامان دادند. اما در همین حالت نیز اهداف نهایی کشاورزان چینی با اهداف دوستانشان در فرانسه و روسیه چندان متفاوت نبود. کشاورزان همیشه محکوم به تحمل رنج و مشقت فراوان و کار زیاد بودند و در این میان پرداخت مالیاتهای سنگین و اجاره های غیر عادلانه زمین و عدم مالکیت اضافه تولید از طریق فعودالها برانان تحمیل می شد. بنابراین کشاورزان همیشه روحیه شورش و انقلاب داشتند. البته، علت شورش ها و قیام کشاورزان تنها در نارضایتی آنها خلاصه نمیشد. از نظر تاریخی و سنتی و به دلیل نابرابری های موجود، نارضایتی همواره وجود داشت، ولی درجه آن متفاوت بود و همین تفاوتها باعث بروز و پیدایش شورش ها و قیام ها شد. نارضایتی عمومی که بیشتر توسط نظریه پردازان بدان اشاره می شود، یکی از عوامل مهم اقدامات انقلابی بود اما باید در نظر داشت که محرومیت نسبی حالتی روانی در اجتماع است که تبیین ریشه های اصلی و تاریخی آن کاری مشکل و غیر ممکن است برای یافتن پاسخ به سوال مورد نظر باید با تک تک کشاورزان در دوران انقلاب یا کمی قبل از آن مصاحبه میشد تا در مورد پاسخ ها به یک جمع بندی رسید اما حتی با اندازگیری دقیق و غیر مستقیم میزان محرومیت نسبی، باز پاسخ به این سوال که چگونه میتوان موج نارضایتی را در اجتماع نشاند بدون جواب خواهد ماند. مهمترین سوال این است که چه عاملی کشاورزان را در سطح محلی به نیروی عظیم انقلابی در مقابل قدرتمندان و ظالمان تبدیل می کند؟ آقای اریک ولف میگوید حیاتی ترین عامل در تبدیل کشاورزان به نیروهای انقلابی رابطه آنها با قدرت‌های محلی است که آنان را احاطه کردهاند. شورش و تقیان به طور طبیعی در شرایط ناتوانی و عجز حاصل نمی شود. در حقیقت اگر قرار بود کشاورزان به دلیل محرومیت و نارضایتی شورش کنند به طور طبیعی باید این شورش و طغیان محلی و داخلی باشد تا تودعی و فراگیر ولی تبدیل آنها از نیروهای محلی به نیروهای انقلابی و فراگیر با عوامل زیر نسبت مستقیم دارد یک میزان و نوع اتحاد میان گروه های مختلف کشاورزان دو میزان اختیارات و رابطه آنها با نظارت دائمی و روزانه فعودالها و عوامل آنها و سه اطمینان حکومت از عدم توانایی های کشاورزان در برپایی شورش و انقلاب برای درک بهتر دو عامل اولیه باید بافت کشاورزی کشور در دوران قبل از انقلاب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در عین حال بافت طبقاتی و سیاسی نیز مد نظر باشد. برای بررسی طبقات اجتماعی تنها نباید به میزان زمین های زیر کشت یا تحت مالکیت فعودال ها پرداخت زیرا بسیاری از آنها مانند طبقه اشراف چین سربت های مازاد خود را در زمینه های دیگر صنعت یا بازرگانی سرمایه گذاری می کردند. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران در مطالعه میزان همبستگی کشاورزان در این دوران به نتیجه جمعی و مشخصی نرسیدند. آنها نتوانستند وابستگی نهادین اقتصادی و اجتماعی کشاورزان و برخی زمینداران را در امر تولید و توزیع به دقت ریشه یابی کنند. برای مطالعه طبقات اجتماعی باید بافت نهادهای اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جوامع کوچک و محلی آن زمان را مورد ارزیابی قرار داد. در مرحله اول باید رابطه مستقیم تولید کنندگان با یکدیگر و همچنین رابطه آنها با ابزار تولید و زمین کشاورزی را مورد مطالعه قرار داد. و در مرحله دوم به نحوه ارتباط این تولید کنندگان با آن دسته از غیر تولید کنندگان که در تولیدات آنها سهیم هستند پرداخت. اتحاد کشاورزان صرفاً نمی تواند با آنچه که در سطور فوق بدان اشاره شد به دست آید. با مطالعه و ارزیابی بافت نهادین طبقات کشاورزی تا حدودی می توان به ظرفیت نیروهای تولید کننده و کشاورز پی برد. رژیم های کشاورزی که کشاورزان در آنها فاقد زمین کشاورزی بوده یا به صورت برده بر روی زمینها کار می کنند با خطر تقیان و شورش دائمی کشاورزان روبرو نیستند علت عمده آن نیز در این حقیقت نهفته است که آنها به شدت متفرق بوده و تحت نظارت مستقیم اربابان خود قرار دارند اما در آن نظام کشاورزی که کشاورزان و اعضای خانواده آنها صاحب و مالک بخشی از زمینهای کشاورزی هستند آمادگی برای انقلاب و شورش بیشتر است بنابراین در آنجا که روابط اجتماعی گروه های کشاورز به دلیل وابستگی های آنها با یکدیگر نهادینه شده است امکان بروز شورش و انقلاب به مراتب بیشتر از سایر موارد است به طوری که در فصول بعد خواهیم دید طبقه اجتماعی کشاورزان در فرانسه و روسیه از نوع دوم بودند. در شرایطی که زمینداران به طور مستقیم و نظام یافته کشاورزان و اجتماعات آنان را کنترل می کنند، امکان شورش و قیام از سوی آنان نیست. این خود نشانگر این واقعیت است که ما نباید برای درک بهتر شرایط و اوضاع آن زمان فقط به اختلافات طبقاتی بپردازیم بلکه باید بافت سیاسی کشاورزی یعنی روابط دولت مرکزی و حکومت و سلطنت را دقیقا مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم آیا کشاورزان، بروکراتها و زمینداران در تصمیمات سیاسی نقشی دارند؟ آیا زمینداران نمایندگان حکومت یا سلطنت هستند؟ مطالعه تاریخی نشان می‌دهد که در جوامعی که در معرض انقلاب و شورشهای کشاورزی قرار داشتند شرایط به نفع کشاورزان و میزان همبستگی آنها بیشتر بوده است در این جوامع ماشینالات و ابزار تولید به صورت متمرکز در اختیار فعودالها بود گرچه تعدادی از کشاورزان مالک زمین کشاورزی خود بودند در نهایت باید گفت که پیدایش انقلابهای کشاورزی در فرانسه، چین و روسیه صرفاً به دلیل بافت طبقاتی کشاورزی در نظامهای حکومتی نبود. چرا که در هر سه این کشورها، بحرانهای سیاسی و انقلابی همزمان با بروز تحولات عظیم جهانی و منطقه ای بود که به طور طبیعی با بافت طبقاتی کشاورزی در این کشورها رابطه ای نداشت. البته شرایط ویژه بین المللی و منطقه‌ای و آمادگی برای انقلاب در بافت کشاورزی در هر سه کشور زمینه را برای بروز تحولات و بحرانهای انقلابی آماده تر کرده بود. شکست شدن و ضرب پذیر شدن قدرت و شوکت حکومت مرکزی در این سه انقلاب عامل اصلی و سازنده تحولات و انقلابها در آنها بود و علت انقلاب در این سه کشور تا آن تاریخ فراهم نبودن شرایط سیاسی منطقه‌ای و بین المللی بوده است. عامل اصلی و محرک این انقلاب ها نقش گسترده توسعه روابط بین المللی و اهمیت و نفوذ آن در طبقه اشراف در هر سه کشور بود. هرچه سرعت تحولات، توسعه و نوگرایی در سطح بین الملل افزایش میافت، طبقه اشراف خود را با بحرانهای سیاسی و انقلابی بیشتری روبرو می‌دیدند و همین امر سبب گردید تا کم کم کشاورزان نیز به دنبال احقاق بیشتر حقوق خود بوده و در تشکیلات منظمتری قرار گیرند و سرانجام همراه با سایر شرایط جامعه انقلاب اجتماعی را در هر سه کشور شکل دهند. گرچه قیام کشاورزان به طور قطع به انقلابهای اجتماعی منجر نشد اما نقش بسیار تعیین کنندهی در سیر تحولات و بحرانهای انقلابی ایفا کرد در بخش دوم کتاب نشان داده خواهد شد که نقش قیام کشاورزان در انقلابها کلیدی و بسیار حساس بوده است در بخش حاضر بیشتر به علل و انگیزه های بروز قیام های کشاورزان پرداخته خواهد شد تا سهم آنان در انقلاب های اجتماعی در این بخش ابتدا از فرانسه و سپس روسیه آغاز کرده و آنگاه تحولات در انگلستان قرن 17 و آلمان قرن 19 خواهیم پرداخت در پایان نیز سیر تحولات در چین را که با همه کشورهای یاد شده تفاوت دارد مورد بحث قرار خواهیم داد.